تنها چند روز پس از آن که اسدالله خالد از سمت وزارت دفاع ملی کنار رفت، رئیس جمهور غنی در فرمانی بسم الله خان محمدی را سرپرست و نامزد وزیر دفاع ملی گماشت. بسم الله خان محمدی در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی همچون وزیر امور داخله، وزیر دفاع ملی و رئیس ستاد ارتش کار کرده است. اردوی افغانستان در حالت شکل گرفته که بیشتر جنگ بوده و این اردو فرصتی را پیدا نکرده که سیستم جای افراد بگیره، بنان مال ما گفته میتونیم که افراد هنوز هم نقش خود میتونن داشته باشن. رئیس جمهور غنی در فرمانهای جداگانه عبدالستار میرزکوال والی کندز را همچون نامزد وزیر امور داخله تعیین کرده است و حیات الله حیات که با گزینشش همچون سرپرست وزارت امور داخله با انتقادهای زیادی روبرو شده بود، به حیث نامزد وزیر احیا و انکشاف دهات تعیین شده است. هماهنگی به وجود بیارن و در خط مقدم جبهه حضور پیدا کنند. در همین حال رئیس جمهور غنی ولی محمد احمدزی رئیس پیشین تصدی محافظت عامه را به جای یاسین ضیا همچون رئیس ستاد ارتش تعیین کرده است. این جنرال سه ستاره ارتش به حیث فرمانده قلوردی 215 میوند و فرمانده قلوردی 209 شاهین نیز کار کرده است. هر کسی را که تعیین میکنن از میدان جنگ تعیین کنن، نه از اتاقهای راحت. کسانی که در میدان جنگ هستند و نتیجه داده دستاورد دارن، اونا رو میتونن به درجه بلندتر ارتقا بدن. اسدالله خالد هفته گذشته از وزارت دفاع ملی کنار رفت و وزارت امور داخله از 3 ماه بدین سو و پس از برکناری مسعود اندرابی از سوی رئیس جمهور غنی از سوی سرپرست اداره میشود.